گلشیفته فراهانی بعد از بیش از 15 سال بالاخره سکوتش رو شکست و در مورد روزهای سختی که توی ایران در روزهای آخر داشت صحبت کرد. از ماجرای دادگاهی شدنش توی دادگاه انقلاب به خاطر بازی توی یک فیلم آمریکایی تا شکنجه هایی که توی دادگاه انقلاب شد. با ما همراه باشید برای شنیدن بیوگرافی خانم گلشیفته فراهانی و صحبت‌ها و افشاگری‌های اون که مسبب مهاجرتش شد. داستان این مهاجرت‌ها از مرداد سال 1387 آغاز شد، یعنی از زمانی که گلشیفته فراهانی به دنبال ایفای نقش در یک فیلم هالیوودی و برای حضور بر فرش قرمز آن به آمریکا رفت. اما اون توی این مراسم بدون حجاب و با لباس شب ظاهر شد. این در حالی بود که اون به تازگی توی فیلم درخشان میم مثل مادر ایفای نقش کرده بود و بسیاری از مردم اون رو به واسطه حضورش توی این اثر به کارگردانی زنده یاد رسول ملا قلی پور میشناختند. حالا بریم سراغ بیوگرافی گلشیفته فراهانی. رهاورد فراهانی متولد 19 تیر ماه سال 1362 که با نام گلشیفته فراهانی شناخته میشه. پدرش بهزاد فراهانی که بازیگر و مادرش فهیمه رحیمی نیاست. یه خواهر بزرگتر از خودش داره به نام شقایق که اون هم بازیگره. و یک برادر داره به نام آذرخش فراهانی که موسیقیدان و نقاشه. زمانی که گلشیفته به دنیا اومد، پدرش قصد داشت اسم اون رو گلشیفته بذاره، ولی به دلیل مخالفت ثبت احوال به ناچار نام اون رو رهاورد گذاشتن. گلشیفته فراهانی فعالیت حرفه‌ای خودش رو در سال 1376 با فیلم درخت گلابی به کارگردانی داریوش مهرجویی آغاز کرد و با بازی توی این فیلم چنان درخشید که سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول جشنواره فیلم فجر رو دریافت کرد. علاوه بر فیلم درخت گلابی، فیلم‌های سنتوری و میم مثل مادر هم جز آثار درخشان گلشیفته هستند. گلشیفته فراهانی بعد از درخششش در تمامی فیلم‌های خود به داوری جشنواره‌های بین‌المللی زیادی دعوت شد. توی سال 1387 به علت ایفای نقش اون در فیلمی هالیوودی به نام یک مش دروغ گلشیفته ممنوع الخروج شد. گلشیفته در تیزر فیلم یک مش دروغ بدون حجاب در کنار لئوناردو کاپریو بوده که برای اون دردسر شد. هرچند بعد از این اتفاقات کارگردان این فیلم تمامی تلاش خودش رو به کار گرفت تا فیلم نامه رو بر اساس شرایط ایران تغییر بده، اما تأثیری نداشت. دوستان عزیزم ممنون میشم قبل از تماشای ادامه این ویدیو اون رو لایک بکنید. حالا بریم سراغ ازدواج های خانم گلشیفته فراهانی. گلشیفته در سال 1382 توی سن 20 سالگی با فردی به نام امین محمد مهدوی که از عوامل فیلم بابا عزیز و مترجم بود آشنا شد و ازدواج کرد. اما طول این زندگی مشترک بیش از 9 سال نبود و در سال 1391 از همدیگه جدا شدند. تقریبا 2 سال بعد در سال 1393 گلشیفته با فردی به نام کریستوس دورجه واکر که روانشناس ایتالیایی بود ازدواج کرد. اما این ازدواج دوم هم حدود 3 سال بیشتر طول نکشید و به جدایی ختم شد. لازم به ذکره که گلشیفته فراهانی از این دوتا ازدواج صاحب فرزندی نشده. جالبه بدونید گلشیفته علاوه بر بازیگری در زمینه خوانندگی و نوازندگی هم فعالیت داشته. لذا بعد از خروجش از ایران در زمینه خوانندگی فعالیت جدی خودش رو آغاز کرد و ترانه هایی مانند سکوت و جستجوی سرنوشت رو به اجرا در آورد. و اما بپردازیم به اصل موضوع. اما قبلش اگر هنوز عضو کانال ما نشدین لطفاً با زدن دکمه سابسکرایب مهمان همیشگی کانال ما بشین. اما حالا خانم گلشیفته فراهانی بعد از حدود 15 سال بالاخره سکوتش رو شکست و در مورد ماجراها و اتفاقاتی که توی ایران افتاد و منجر به مهاجرت 15 سالش از ایران و برنگشتنش به اون شد انجام داد. خانم فراهانی برای اولین بار توی برنامه چند شنبه با سینا جلوی دوربین اومد و صحبت‌های جنجالی و افشاگری‌های عجیبی رو انجام داد.
خانم گلشیفته فراهانی گفت که در حوالی سال 2008 وقتی که تازه فیلم بوتیکش رو بازی کرده بود، در کنار محمد رضا گلزار مثل اینکه فیلم بوتیکش رو کارگردان مشهور آمریکایی ریلی اسکات دیده بود و از بازی گلشیفته خوشش اومده بود و تصمیم گرفته بودش برای بازی در نقش یه دختر خاورمیانه‌ای مسلمون از گلشیفته توی فیلمش استفاده بکنه. یعنی فیلم یک مش دروغ که نقش اصلی اون رو هم لئوناردو دیکاپریو بازی میکرد. خلاصه که گلشیفته توی این فیلم بازی کرد و بعد از اون هم به خاطر بازی خوب اون کارگردان و تهیه کننده اون تصمیم گرفتن که از گلشیفته توی فیلم بعدی یعنی فیلم شاهزاده ایرانی هم استفاده کنن. که اونجا گلشیفته برای سفر 2 هفته‌ای به ایران برگشت که مقدمات کار رو انجام بده و دوباره برای فیلم برداری به خارج از کشور برگرده که متاسفانه همونجا ممنوع الخروج شد و براش پرونده خیلی سنگین توی دادگاه انقلاب بریده بودن. گلشیفته توی این مصاحبه از روزهای سختی که توی دادگاه انقلاب توی اون 2 هفته داشت صحبت کرد و گفت برای من یه پرونده فیک دروغین درست کرده بودن و حسابی من رو مورد شکنجه قرار دادن. شکنجه هایی که هنوز آثارش توی روح من هست و با ساعتها تراپی هم حتی نمیتونم اونها رو فراموش بکنم. اون گفت من توی اتاقهای توی دادگاه های انقلاب رفتم که صدای زجه آدم ها رو میشنیدم. روی در و دیوارش جای شلاق بود، حتی یه بار برای این که منو تحقیر بکنن و یه جورایی تهدید بکنن و زهر چشم ازم بگیرن یه خانم رو آوردن و جلوم کاملا لخت کردن که مثلا بدنش رو بازرسی کنن. اونها حتی برای این که من رو موقت از زندان آزاد بکنن یه وثیقه سنگین 2.5 میلیون دلاری برام بریدن که نتونم اون وثیقه رو تامین بکنم و برم زندان، ولی خب با ارتباطاتی که داشتم و دوست و آشنا موفق شدم این وثیقه رو جور کنم که فقط برگردم انگلیس و به بازیم توی شاهزاده ایرانی برسم که متاسفانه به خاطر چند هفته که تأخیر داشتم تهیه کننده فیلم یه نفر دیگر رو به جای من انتخاب کرد و اونجا بودش که من تصمیمم رو گرفتم که از ایران برای همیشه برم. خب بریم ببینیم آقای فراهانی در مورد دخترشون گلشیفته نظرشون چیه. آقای بهزاد فراهانی درباره دخترش گلشیفته گفته گلشیفته رفت و یکی از بزرگترین هنرمندان جهان شد. من دختری دارم که یکی از بزرگترین هنرمندان جهان شده و از قافله هنر ایران به قافله هنر جهان پیوسته. بد یا خوب هر چی که هست برای خودشه و مستقل از ما داره کارش رو انجام میده. با آرزوی سلامتی و موفقیت بیش از پیش برای خانم فراهانی. دوستان عزیزم شما هم لطفاً توی کامنت ها برامون بنویسید که آیا موافق تصمیم خانم گلشیفته فراهانی هستید یا مخالف. به نظرتون کار درستی کرد که مهاجرت کرد و قید سینمای ایران رو زد و وارد سینمای بین‌الملل شد یا نه؟ شما کدومی که از فیلم های خانم گلشیفته رو دیدین و دوستش دارین حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید و با ما به اشتراک بگذارید. مرسی که ویدیو رو لایک میکنید و با عزیزانتون شیر میکنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.